شماری از نابینایان شهر هرات با بیان مشکلات عدیده خود از جامعه و حاکمیت خواهان همیاری خود هستند. این نابینایان میگویند آنان در عبور و مرور، تحصیل، کاریابی و سایر مواردی که از جمله نیازهای اولیه زندگی آنان است، مشکلات عدیده دارند که مشکلات با دست مردم و حاکمیت حل شدنی هستند. در همین حال این افراد از جامعه و حاکمیت میخواهند تا به آنان با دیده تحقیر ننگرسته و با آنان به مصابه افراد دیگر جامعه برخورد کنند. به مکتب ما قبلا مشکل ترانسپورت داشتیم، حالا مشکل ترانسپورت حل شده، ولی مشکلات بزرگ ما هنوز هست، مثل کمبود کتاب درسی. ما کتاب درسی داریم ولی به بینایی داریم، ما به بریل کتاب کم داریم. قبلا پرینتر به مکتب بود ولی هو هم غیر فعال شده. ما هرچی به مرکز پیام هم روان کردیم، مکتوب روان کردیم، مکتب هیچ جواب بره، مرکز هیچ جواب بره ما نفرستاد، و به خاطر اینکه پرینتر باید فعال شه. معمولا شاگردان و طفلکا با دستا خود کتاب می نویسن. خب خیلی از شاگردان ما به خونه خب بینا با سواد ندارن که برای از اون کتاب بگم اونا به بریل تبدیل کنم. مسئولان در مؤسسه رفاهی خدماتی نابینایان افغانستان ضمن تاکید بر رعایت حال نابینایان در کشور میگویند در هرات 6000 نابینای مطلق وجود دارد و تعداد افرادی که مشکل بینایی دارند را 20000 نفر میدانند. در قسمت تعداد نابینان اگر بگوییم تا دقیقاً احصایه‌گیری مشخص صورت نگرفته، چون در افغانستان احصایه‌ها اکثرا تخمینیه، اما تا که در پیش‌بینی میشه حدود 6000 نابینای مطلق در هرات وجود داره، چون بعضی از روسری ها که سروی شده نمونه تن مقایسه میکنیم، از روی میتونیم یک سعی بکنیم که به تعداد نابینا وجود داره، ولی کسایی که مشکل بینایی دارن اگر امرو از در نظر بگیم حدود 20000 نفر در ولایت هرات ما افرادی داریم که نابینا و یا که مشکل بینایی دارن. این افراد از تمام اقشار جامعه مخصوصاً خانواده ها و حکومت طالبان میخواهند تا به نابینایان کشور بیش از پیش بها دهند. آنان میگویند افراد نابینای زیادی در هرات وجود دارند که توانایی های زیادی دارند اما زمینه انجام فعالیت را ندارند، لذا از حکومت طالبان خواهان ایجاد فضا برای کار آنان هستند. و چیزی که زیاد نابینا نیاز دارند تحصیل است، کار هست، فعالیت های اجتماعی است. و مشکلی هست که زیاد افراد نابینا مادرین که تحصیل کردن از سنف 12 14 و یک لیسانس هم فارغ شدن ولی زمینه کار به رضامه صاحب نیه. تقاضا و خواست ما این است و شما ما میخواییم که صدای قشت به گوش مسلمین برسنی تا زمینه کار برای این افراد مهیا بشه. از سوی دیگر مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات هم تمجید از نابینایان را به صورت سوری بسنده ندانسته و از مردم میخواهند که با ترحم به حال خود نه به حال نابینایان به آنان یاری برسانند. ما از تمام همشهریان عزیز خود، هم وطنای عزیز خود تقاضامندم که به عنوان از اینکه به این مردم بدهکار هستند، هرگاهی اگر کسی از این دوستان میبینه با یک نگاه بسیار خود نیازمند و بر خود ترحم کرده دست از اونا رو گرفته و همکاری بکنه، و این نشان شخصیت، نشانه انسانیت یک انسان محترم می باشه و در جامعه مدنی باید این مسائل بهتر از هر جا لیاز شود. عدم توجه به معلولان در هرات از گذشته ها تا حال من جمله موضوعاتی بوده که بارها برای حل آن دادخواهی صورت گرفته است. کارشناسان در این مورد میگویند به دلیل سوری بودن این دادخواهی ها هنوز هم مشکلات انقشر پابرجاست. این بار اما اولین باری است که در حاکمیت طالبان در کشور چنین برنامه‌ای در هرات برگزار می‌گردد. دیده شود که آیا در حکومت طالبان توجه به این قشر صورت خواهد گرفت یا خیر.